مقامهای محلی در دومین شهر بزرگ اندونزی برای ترغیب و تشویق ساکنان در کمک به مبارزه با آلودگی و بهبود سلامت محیط زیست اعلام کردند مسافران می توانند در ازای تحویل بطری های پلاستیکی مصرف شده به طور رایگان از اتوبوس های نقلیه شهری استفاده کنند مسعود ملک گزارش می دهد اینجا در سورابایا بطری ها و قوطی های پلاستیکی کار بلیت اتوبوس را می کند. ده لیوان یا پنج بطری پلاستیکی بسته به اندازهشان در ازای دریافت یک بلیت دو ساعته اتوبوس این روش در راستایی رسیدن به هدف شهری خالی از زبالهای پلاستیکی تا سال 2020 در سورابایا به اجرا گذاشته شده است اینجوری زباله تو خونه جمع نمیشه چون میاریمشون اینجا و استفاده مفید ازش میکنیم این یه وضعیت برد برده مسافران هم می توانند قبل از سوار شدن به اتوبوس پلاستیک هایشان را با بلیط عوض کنند یا اینکه در خود اتوبوس این کار را انجام بدهند. بنا به آمار از این راه روزی 250 کیلوگرم یا ماهی 7 نیم تن پلاستیک جمع آوری می شود و درآمد حاصل از فروش این پلاستیک ها به شرکت های بازیافت زباله صرف بهبود اتوبوس رانی و فضای سبز شهر می شود. اندونزی یکی از بزرگترین کشورها از نظر تولید زباله پلاستیکیه و ما امیدواریم از این راه بتونیم آگاهی عمومی درباره محیط زیست به ویژه زباله پلاستیکی رو ارتقا بدیم. با پای پژوهشی که در سال 2015 میلادی انجام شد، اندونزی بعد از چین دومین کشور بزرگ آلاینده آبهای اقیانوسها با زباله پلاستیکی محسوب می‌شود.